محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ذامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آیه 26 و 27 و 28 سوره حج به حضور مبارک شما تلاوت شدند. در این آیات الله ذوالجلال به طرف بانی کعبه که حضرت ابراهیم باشد و اسماعیل و همچنین فضیلت خود کعبه و فریضه حج و اعمالی که در ایام حج انجام میگیرند، الله ذوالجلال این مسائل را در این آیات ذکر می‌فرمایند. اولین جمله این است که وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اون وقت را یادآوری کن ای رسول الله که ما مقرر کردیم، بیان کردیم برای حضرت ابراهیم مکان بیت را، مکان خانه کعبه را. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را بنا کردند، درستش کردند در یک سرزمینی که نه آب روان داشت و نه آباد بود، نه میوه و نه زراعت، بواد غیر ذی زرع. در اونجا الله ذوالجلال خانه کعبه را به حضرت ابراهیم دستور دادند که بسازد. و اولین چیزی که الله ذوالجلال به حضرت ابراهیم دستور داد که این خانه توحید هست، این خانه مرکز عبادت هست و این خانه هست که قبله همه عالم قرار می گیرد. پس این مرکز را، این خانه زیبا را شما از شرک و لوث شرک پاک بگردان. اولین جمله بعد از ساخت کعبه این شد که الا تشرک بی شیئا، هیچ چیز را با من شریک نکن و در زمان قوم نوح شرک شروع شد. اولین شرک از افراد مقدس شروع گردید که 5 بزرگوار در میان قوم نوح بودند. وقتی که اونا از دنیا رفتند به عنوان یادگار و آثار اونا چیزهایی را ساختند که نماد اونا باشد و شرک را شروع کردند. اللہ ذوالجلال فرمود کہ ان شرکی کے از اون زمان شروع شد و حضرت ابراہیم علیہ السلام به عنوان اولین بت شکن تاریخ معروف گردید که با شرک و خرافات و با خرافه پرستی حتی با کسانی که به عنوان افراد و اشخاص مقدس بودند به نام اونا شرک و اشراک شروع شده بود. حضرت ابراهیم علیه السلام و علی نبینا مبارزه را شروع کردند. بس می‌فرمایند که الله تشرک بی شیئا، هیچ چیزی را با من شریک مگردان، نه اسمش را با نام من مقارن بگردان، نه عملی با اعمالی که برای من انجام میگیرد دیگه کسی در اون شریک نشود و این خانه را فقط برای عبادت من و به اسم من بنا کن و هیچ چیزی با من شریک نشود. و طهر این گویا که تاکید ما قبل هست، پاک بگردان ای ابراهیم. و در جای دیگه در سوره بقره اونجا به صورت تصنیه است که و طهرا بیتیه. به حضرت ابراهیم و اسماعیل خداوند میفرمایند که پاک بگردانید این بیت من را. اضافت برای تشریف، یعنی این بیتی که نسبت داده می شود به طرف من الله، بیت الله است و این شرافت و عزت این خانه را نشان می داد. و طهرا بیتیا، و در اینجا و طهر بیتیا للطائفین، برای طواف کنندگان. در مسجد الحرام تحیت المسجد نیست. هر کسی که به مسجد الحرام برود اولین عملش طواف هست که باید با طواف شروع بکند و اولین عمل یک حاجی طواف کردن در اطراف خانه کعبه هست و طواف افضلترین عمل در مکه مکرمه هست. می‌فرماید و طهر بیتی للطائفین، برای کسانی که طواف میکنند و القائمین، اونایی که در اونجا استادند و نماز میخوانند، برای نمازگزاران و رکع السجود، برای کسانی که رکوع میکنند، سجده میکنند. در نماز 3 عمل مهم هست. یکی قیام، استادن در حضور خدا. دوم رکوع برای خدا و سوم سجده برای خدا. اذا این 3 عمل را خداوند ذکر می فرمایند که و طهر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود. و در اینجا جای دیگه عاکفین هم آمده، اونایی که اونجا اعتکاف نشستند، مقیم هستند در میان مسجد الحرام، برای اونا این بیت را پاک بگردان. این دستور را که داد حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را ساختند، اما در اونجا هیچ کس نبود، چنانچه که در سوره ابراهیم میاد میفرمایند که حضرت ابراهیم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، من جاگزین کردم بعضی از فرزندان خود را مانند اسماعیل در دره و در جایی که غیر ذی زرع است، زراعتی نیست، اونجا هیچ باغ و درختی نیست، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، در نزدیک این خانه محترم شما. وقتی که خانه کعبه ساخته شد، الله عزوجلال به حضرت ابراهیم دستور داد نزدیک کعبة الله یک کوهی بود به نام جبل ابی قبيس. جبل ابی قبيس بر سر اون که نزدیک صفا و مروه است، حضرت ابراهیم رفت و اونجا صدا کرد که ای مردم به حج این خانه بیایید. اعلان کرد حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یک کسی که بالای یک در داخل یک دره بر سر یک سنگ بیستد، یک تپه بیستد، صدا بکند، این صدایش تا کجا میرسد؟ زیاد صدایش میرود 500 متر، 1 کیلومتر میرود. اما الله ذوالجلال صدای حضرت ابراهیم را به کل کره زمین رساند. اونایی که حج نصیب اونا بود که به بیت الله میروند، وقتی که حضرت ابراهیم اعلان کرد برای حج، از هر طرف شنید که گفته شد لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. این لبیک از کل کره زمین بلند شد. امروز ما میبینیم حاجیای را ما دیدیم 8 ساعت درست ما با هواپیما آمدیم، 8 ساعت فقط سوختگیری کردیم یک جایی، 8 ساعت با هواپیما می آمدند از جاهای مختلف این کره زمین. امروز در سارای عرفات انسانها جمع هستند. واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا از پیادمیان ولا کل ضامر، بر هر شتر لاغرندامی و هر شتری که از طی طریق و از راه رفتن خوش شده بر سر اونا میان. اون زمان یا پیاده می آمدن یا با شتر می آمدن، اما امروز می بینیم که با هواپیما میان، با ماشین میان و بعض پیاده میان. یک نفر سال 78 ما به حج رفته بودیم. همونجا روزنامه های مجلات محلی نوشتند که یک نفری 116 مرتبه 116 سال سنش است، 100 مرتبه پیاده به خانه کعبه آمد، 100 مرتبه. و 16 سالگی شروع کرده، هر سال می آمد. هنوزم گفت سرحال هست و خدا به من عمر بدهد باز من اراده دارم که پیاده به زیارت خانه کعبه بیام. رجالا پیاده و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، از هر راه دور اینجا میان. عقل انسان مات و مبهوت میماند که حضرت ابراهیم علیه السلام در اونجا صدایی می کنند. اما الله ذوالجلال این صدا را به کل کره زمین می رساند، نه کره زمین بلکه فرشتگان آسمانم در اطراف خانه کعبه از اینجا تا بیت المعمور طواف می کنند، حجاج طواف می کنند و کل مردم کره زمین امروز رخشان به طرف خانه کعبه است که در پنج وقت نماز 24 ساعت به طرف خانه کعبه نماز میخوانند. گفته یک شاعری: یا مکه هل کنت الا وادی، ای مکه تو نیستی مگر یک دره بی آب و علف هستی. شرفک الله و علی البلاد، خدا شما را شرف داد بر همه شهرها. در هر شهری که شما باشید قبله کدام طرف است، همون طرف نماز میخوانید. به طرف کاخ بادشاهان کسی نمیگوید کاخ بادشاه کجا هست که من اون طرف، کاخ کرملین و کاخ سفید کجا هست که من به اون طرف نماز بخوانم. نه، کعبه کدام طرف، در همون کاخ کرملین و کاخ سفیدم که باشم همونجا دنبال قبله میگردم. این شرفی است که خداوند یک مکانی داده، یک جای داده. میفرمایند که یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، این حجاجی که میان تا اونجا منافعی که برای اونا هست، منافع دینی و دنیوی، اونجا حاضر بشوند. منافع دینی طواف خانه کعبه هست، نماز به طرف خانه کعبه هست، نگاه به بیت هست، نگاه به بیت الله هست که همون خود مجرد نگاه کردن به طرف بیت الله حسنه هست. بشینیم اینطور نگاهش. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معدودات. این حجاج در ایام تشریق نام خدا را میبرند، نام الله را میگیرند. از زدن جمره و شیطان گرفته تا وقت قربانی و در تکبیر تشریق به غیر از نام خدا دیگه چیزی بر زبان حجاج جاری نمی شود. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. ایام معلومات ایام تشریق هستند. علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، حتی حیوانی را که سر می برند و ذبحش می کنند و می کشند اون را بازم باید به نام خدا اون سر بریده بشود. بسم الله و الله اکبر باید گفته بشود. خداوند بعد می فرمایند که فکلوا منها، از من قربانی بخورید. خود شما، خود حاجی، خود کسی که قربانی را می کشد می فرماید از اون بخورید. و اطعموا البائس الفقیر، همچنین اون کسانی که فقیرند. بائس الفقیر، اون کسی که خیلی زیاد فقیره. بعضی افراد هستند که واقعا فقیرند، هیچی ندارند. من یادم است روز یک خانم آمده بود خانه من، اونجا بیشتر نیازمند بود. اونجا خودش اظهار کرد که حدود 3 ماه هست من اصلا گوشت را ندیدم که چه هست. حدود 3 ماه. انسان، یک انسان فقیری که 2-3 ماه رد بشود و گوشت را نبیند که چه هست، واقعاً باعث الفقیر ہے۔ قرآن میگوید که به اونام اطعام بکنید، به اونا هم از این گوشت قربانی بدهید، اونا در همین ایامی که ایام ضیافت الله هستند، روزهای میمانی خدا هستند، اونا هم از این میمانی خدا بهره‌مند بشوند. حالا در روز عید 4 عمل را باید حجاج انجام بدهند. اولین عملشان زدن شیطان هست که شیطان را باید بزنند، که همون شیطان بزرگ را میزنند. و عمل دومشان ذبح قربانی هست که خداوند میفرمایند که در ایام معدودات نام خدا را بر بهیمة الانعام، بر حیوانات بگیرید. اول زدن شیطان هست، دوم کشتن اون قربانی و هدی هست، و سوم ولیقضوا تفثهم، خود را از احرام خارج بکنند. چون در ایام حج کسانی که در احرام می روند اجازه هیچ نظافت کامل را ندارند. اگر بدن خود را می شویند با آب صاف و زلال، یا اینکه صابون و شوینده که اصلا بو داشته نباشد، و با امون آب بدن خود را می شویند. اما اجازه استفاده از صابون معطر و همچنین اتکلان و شامپو و غیره را ندارن که از اتکلون و اینا استفاده بکنن. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، و نذری که برای خدا کردن وفا بکنن بون که اون قربانی باشد. حالا 4 عمل را حاجی در روز عید انجام میدهد. اول زدن شیطان هست، دوم کشتن قربانی هست، سوم خارج شدن از احرام هست، و چهارم میفرمایند که ولیطوفوا بالبیت العتیق، به خانه کعبه طواف بکنند که این طواف رکن حج هست، و این طواف زیارت هست. باید این طواف را انجام بدهند. در روز عید اگر آجی بتواند این 4 عمل را اگر انجام بدهد بسیار برنده شده و اعمال کامل را در یک روز انجام داده. هم شیطان را زده، هم قربانی را کشته، هم از احرام خارج شده، و هم به زیارت خانه کعبه طواف نموده هست. و خداوند میفرمایند که اینا جزء یادگارهای خدا هستند، جزء حرمات خداوند هستند، شما تعظیم و احترام اونا را داشته باشید. و اینجا هست که حجاج با این عمل گویا که خود را از احرام خارج می کنند. زمانی که احرام می بندند 2 لباسی که لباس آخرت است و کفن هست بر خود می پوشند که یادگاری و یک تلنگر برای رفتن هست، یادگار آخرت این لباس احرام، و یک تلنگر هست برای ما که ما امنطوری باید لخت از این دنیا برد. یک کسی که به دنیا میاد لباس ندارد، وقتی هم که می رود بدون لباس هست. و این کفنی که ما به اون می پوشیم تا زمانی هست که نماز ما بر اون جایز باشد، یا تا وقتی که دفنش می کنیم اون بدنش را و عورتش را ما نبینیم. و در حقیقت همونطوری که انسان دست خالی به دنیا آمده، دست خالی با 2 تکه لباس از این دنیا می رود. میگه هر طور مرکب داشته باشیم، آخرین مرکب ما همون چارچوبه، همون تابوته. هر طور لباس را بپوشیم، آخرین لباس ما مود لباس ما امون دو تکه کفن هست. ولی می فرمایند که من این نمادی هست از میدان محشر که همه در یک سالا در یک جای استاده‌اند و امروز روز عرفه هست به تاریخ و افق عربستان سعودی و جاجران. در همین ساعت که ما در اینجا هستیم در سارای عرفات در اونجا وقوع فلان رزم به بعد شروع می شود. الان شروع شده در همین ساعت. الان حجاج دست به طرف آسمانند، دست به گریه‌اند، دست به تضرعند و دعا می کنند. سارای عرفات عجیب سارای هست. وقتی که می روی زبانها مختلف، رنگها مختلف و مقصد یکی که الله ذوالجلال هست. هر کسی به زبان خودش گریه می کند، به زبان خودش فریاد می زند و به زبان خودش دعا می کند. برای انسان عجیبه. اگر میخواد یک انسانی سارای محشر را برای خود مجسم بکند، روز عرفه را که اونجا سرلخت و پالخت انسانها در اون سارا استادند، بعض زیر درخت و بعض در سایه چادر و بعض زیر آفتاب. اونایی که بالای جبل الرحمت میروند زیر آفتاب داغ هستند و الله ذوالجلال اونجا به انسان توفیق میدهد که دعا بکند، تضرع بکند، گریه بکند، زاری بکند. ما هم دعا میکنیم که خداوند تبارک و تعالی اگرچه ما در اون صحرا نیستیم و از هارها قلب از سر تا سر این کره زمین امروز به سارای عرفات هست. دل ما به سارای عرفات هست. خداوند اگه از نزدیک نصیب ما قرار نداده، از ثواب حجاج ما را محروم نگرد. و برای یک مسلمان ذوق و شوق کعبه چنان در قلبش موج میزند که هیچ وقتی آرام ندارد. اونایی که دیدند و اونایی که ندیدند. و جعلنا البیت مثابة للناس. خانه کعبه مثابه هست، جای رجوع هست، جای بازگشته. بار بار انسان اگر برود بازم در وقت وداع گریه می کند و می گوید خدای آیا دوباره می شود که این بیت را من از نزدیک اینطوری ببینم. وقتی که ابتدا انسان خانه کعبه را می بیند گمان می کند که خواب می بیند، دعایی که آمده کرده فراموش می کند. به غیر از الله اکبر دیگه چیزی بر زبان انسان جاری نمی شود. امروز روز عرفه هست. خدای متعال این ها و حسرتی که در دل ماست این را تبدیل به حسنه بکند، ثواب حجاج را نصیب ما قرار بدهد و همچنین اون کسانی که در اونجا از نظر جسمی و فیزیکی حضور دارند خداوند اونا را به فکر ما بیندازد، به فکر ما. زمانی که ما یک زمانی من در سارای عرفات بودم، زمانی که ما با اتوبوس ها به راه افتادیم، مؤمنین و مؤمنات در کنار اتوبوس ها بیدویدند و گریه می کردند و اشک می ریختند. اون اشک ذوق خانه کعبه بود. زمانی که یکی از حجاج من کمار گشتم یکی تعریف میکرد و زمانی که هواپیمای شما پرواز کرد که به طرف بیت الله میرفت، یه خانم گریه میکرد و از پایین میدم. برای چه هست؟ ذوق خانه کعبه هست، ذوق بیت الله هست. خدا انشاءالله حج حجاج ما را بپذیرد، ما را به نصیب ثواب اونا قرار ندهد و در سال آینده الله جلجلال نصیب ما قرار بدهد که در چنین روزه در سالای عرفه باشیم. وقتی که انسان اونجا می رود با قدر خانه کعبه، قدر صفا و مروه، مقام ابراهیم را، منا را، مزدلفه را، عرفه را بدان. همیشه ان مکانها برای انسان میسر نمی شوند. مسائل را برای شما بیان می کنم انشاءالله که این مسائل مورد توجه شما قرار بگیرند، که در این ایام ما اعمالی را داریم که باید اونا را انجام بدهیم. اولین عمل ما تکبیر تشریق است. این از فردا صبح به افق کشور ما و به مطابق تقویم ما از فردا صبح از نماز صبح بعد تکبیر تشریق را انشاءالله شروع میکنید. فراموش نکنید، چه در شهر هستید چه در روستا، این تکبیر تشریق را بگویید. و تکبیر تشریق این است که بعد از نماز فرض را که ادا کردید یک مرتبه این جملات را بگویید: الله اکبر، الله اکبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. یک مرتبه بعد از هر نماز فرض از صبح عرفه شروع می شود تا روز سیزدهم، تا 3 نماز روز سیزدهم و 5 روز هست. 4 روزش کامله، یک روز تا 3 نماز هست. روز عرفه، روز عید، 2 روز بعد از این 5 وقت نماز و تکبیر تشریق را بگویم. اما روز پنجم که 5 روز ایام تشریق هست، اگر 3 نماز، نماز صبح و عصر و چه نماز صبح و ظهر و عصر، اینا تقریبا 23 نماز می شود. فتوا برامین هست که در هر جا که نماز خواندید تکبیر تشریق را بگویید، چه در شهر چه در روستا. و اینم فتوا بر قول صاحبین هست تا 23 نماز تکبیر تشریق لازم هست. اولین عمل تکبیر تشریق از فردا صبح انشاءالله ما شروع میکنیم تا عصر روز 13 ذوالحجه که من ماه قمری هست. 2 وقت نماز عید انشاءالله در گالیکش انشاءالله ما اعلان کردیم و بیانیم دادیم که ساعت 8 صبح انشاءالله در اینجا نماز برگزار می شود و در اینجا امین مسجد و طبقه 2 مسجد و حوطای اطراف و همچنین داخل حوضه، چون میراب را اون طرف داخل حوضه تشکیل می دهیم. یا پشت بام مسجد هم جای بزرگی هست که نزدیک 700 متر بیشتر هست، انشاءالله اونجا هم هست. این 2 طبقه مسجد هم هستند و این حیات هم هست، داخل حوضه هم هست و حتی پشت بام حوضه هم انشاءالله جا دارد. چون دیگه جایی نداریم اینجا، بلندگو و غیره در همینجا هستند. همینجا انشاءالله صبح از ساعت 1 کم به 7 سخنرانی ها شروع می شوند. انشاءالله شما اینجا تشریف بیارید که همون ساعت 8 صبح دیگه نماز بخوانیم، چون عید قربان است و انشاءاللہ کہ شما به عزیزان را منتظر نگذاریم که قربانی های شما آغم بیوفتن و بحث قربانی را خوب احکامش یکن طوری بروشور مولویا نوشتن اینجا از طرف حوزه تحت نظارت خود من چاپ شده. ما روز جمعه قبل میخواستم اینا را توضیح بکنیم که عزیزان اینا را بخوانند و الان در اینجا هستند انشاءالله توضیح میشوند به همه جا برسانید و در داخل مسجد و غیره بزنید. عزیزان همه از احکام قربانی خود آگاهی داشته باشند و ما اینجا توصیه های داشتیم خود احکام قربانی را نوشته که اینا در کتاب ها لابلای کتاب ها هستند و اینا را یک جا جمع کرده ایم که انشاءالله در 3-4 صفحه کوچک اینطوری اینا بیان شده. بله ما خود جانمازم بیارید انشاءالله. اینا من همیشه تاکید میکنم که جانماز بیارید، هرچی جانماز کلوفتر باشد میترد شاید بیرون بیفته جای انسان و در اینجا که خب نیاز به جانماز نیست داخل مسجد و طبقش داخل حوزه شاید نیاز به جانماز باشد، پشت بام ها نیاز به جانماز باشد، انشاءالله جانماز را بیارید. وقت نماز شروع نماز عید انشاءالله ساعت 8 صبح، همون ساعت رسمی است، بعد قدیم و جدیدش نکنیم، همون ساعت رسمی همون 8 صبح همون ساعت جدیدش است انشاءالله که همون 7 صبح قدیم باشد. حالا قدیم و جدید دیگه اینجا در ترکمنستان رسمی شده سرگردان من 8 صبح ساعت رسمی انشاءالله ما نماز را شروع میکنیم و ذبح قربانی و مکان آن یک مسئله هست. اونایی که در شهرن در اطراف شهرند که نماز عید بر اونا واجب هست و اونا نمیتوانند تا وقت که نماز عید ادا نشده قربانی جایز نیست، چه در شهر هستی چه در روستایی که تا 2 کیلومتری گالیکش شهر هستند اونا دیگه نمیتوانند. اون هر طرف شهر ما حساب میکنیم 4 طرفش را، اونا دیگه قبل نمیتوانند قبل از نماز عید قربانی را بکشند، جایز نیست. رسول الله فرمود هر کسی که قبل از نماز عید قربانی را بکشد فهو لحم شحته، برای گوشت خود گوشت خوردن خود گوسفند نخورد، جزء قربانی گفته نمیشود. پس وقتی که نماز تمام شد معلوم، ولی اگر دور بود از شهر اونجا هم سعی بکنی که برسانی بعدم بروید بکشید، اگر کسی کشت بعد از نماز صبح یا طلوع فجر اشکال ندارد، اما بعض وقت میبینی گرفتار میشود به نماز عید از اون میماند، اگرچه در روستاهایی که دورند در اونجا قربانی را بعد از نماز صبح میتوانند بکشند، اما بهترین است که بعد از برگشتن برون. اونایی که در روز روزه گرفتند که این ثواب خیلی زیادی دارد، اونا وقتی که قربانی را کشتند از اون قربانی خود چیز بخورند. اونم انشاءالله در وقت برگشتن قربانی خود را بکشید بهتر و بالاتر هست. و مکان من گفتم مکان اون معتبر هست، اگر یک کسی در روستا بود قربانیش در شهر بود تا وقت نماز نخوانده جایز نیست که من روستایی هستم اینجا، یا برعکسش کسی در شهر بود قربانیش به روستا بود اونجا میتواند بکشد و بعدا بیاد نماز خود را. البته من بهترین را میدانم که تا قبل از نماز شما قربانی خود را نکشید و همچنین کمک به فقرا همونطوری که قرآن گفت که واطعموا، بله خود شما هم بخورید، در اینجا فرمود که هم اطعموا باعث الفقیر، به اون کسانی که فقیر هستند به اونا هم بدهید و سعی بکنید که هم خود شما از اون بهره‌مند بشوید، هم به انسانهای نیازمند اونایی که قربانی ندارند توان ندارند. و نصابی که امروز قربانی را در امون روز لازم می کند چون طلا الان گران هست نصاب خیلی بالا رفته. زمانی بود که ما گفتیم 10 میلیون تومان کسی داشته باشد قربانی بر اون لازم هست، الان از 100 میلیون بیشتر باید داشته باشد، یعنی 20 مسقال طلا این نزدیک در این بروشور نوشته شده که از 100 میلیون تومان بیشتر میشود. در همون روز لازم نیست که یک سال این پول به دستش مانند زکات باشد و در همون روز که این پول به دستش افتاد، در همون روز غنی شد، قربانی را لازم می‌کند. بر مال یتیمم قربانی هست، صدقه فطر است. قد قربانی هست اما تقسیم گوشت بر یتیم لازم نیست، برایش نگاه دارد و همونطوری به اون بدهند تا همیشه از اون استفاده بکنند. و همچنین برای حوزه هم انشاءالله از اون گوشتا در نظر بگیرید، یا کسانی که آوردند اینجا گوشت را اینجا انشاءالله قبول میکنیم ما. و گوشت خیلی گران هست، نزدیک 250-300 نفر طلبه در هر هفته ای که ما یک مرتبه اونا گوشت بدیم چی اندازه میشود. مالی که بین گرانی هست الان گوشت برای ما خیلی مشکل اساسی مانند نان شده. انشاءالله که اینجا ما را کمک بکنید، همینجا عزیزانی هستند بیارید اینجا. ما اگرچه سرخانه ای نداریم اما یک سالها هستند انشاءالله که جا میگیرند. اگر زیاد شدند اینجا سرخانه یا خانه را اجاره میکنیم، اشکال ندارد. ما میبینیم چطوری همت چطوری هست. بله به فقرا و مساکینم رسیدگی بشود، به طلاب اینجام که بده مشکلی ندارد. و مسئله دیگری که در اینجا من میخوام اون را تذکر بدهم، ما مسلمان هستیم و کلمه طیبه را میخوانیم. یک مسلمان آل جنگ و جدال نیست که متاسفانه در این ایام در این روزها میبینیم جنگ و جدال خیلی زیاد شده، زد و خورد خیلی زیاده، حتی کشتار زیاده. این باعث تعصب هست و بهترین انسان این است که در این ایام گذشت داشته گذشت بکنید. اگر میخوایم که خدا از ما گذشت بکند، ما هم از بندگان خدا گذشت بکنیم. صلح و گذشت بهترین چیزه، خصوصا در این ایام. بعض وقت ما تاکید میکنیم که در این عیدگاه که آمدید همینجا دلای خود را خالص و صاف قرار بدهید، نسبت به هیچ مسلمانی کدورت داشته نباشید. متاسفانه بعض وقت میبینید در داخل این عیدگاه همین حرف ما را که شنیدن اونو ببینیم مولوی چی گفت، همونجا زد خورد شروع میشود. همونجا جمع دیدی مولوی چی گفت، اون میگه فقط برای من گفت، تو مگه مسلمان نیستی؟ تو من گفته تو مسلمان نیستی. پس همونجا به جای اینکه ما بیاییم و گذشت بکنیم، در همونجا این زد خورد شروع میکنیم. معروف بود یک سالی که گفت که فلانی در عیدگاه با پیرهن عربی جنگ میکرد، به حج رفته و سال قبل پیرهن وطنش کرده، اینجا آمده و با اون پیرهن عربی اونجا جنگ میکرد عیدگاه یازدشار. خانه گفت فلانی معروف شد، گفت کدام یکی؟ گفت اون که با پیرهن عربی جنگ میکرد. نکنیم اینطوری، شیطان اونجا بلوای درست میکنند، نباید شیطان راضی بود. ما برادر مسلمان خود که نسبت ما کوتاهی هم کرده گذشته بکنیم، انشاءالله خدا از ما گذشت میکند. و در این ایام هر چی ذکر خدا را بیشتر بگویید. صدقات به فقرا و مساکین، افرادی هستند که امروز پولی ندارند که برای خود لباس بخرند، کفش بخرند، برای خود بچه هایشان ناامیدند، خودشان ناامیدند. آنکه خداوند به ما پول داده، توان داده، سعی بکنیم به اونام کمک بکنیم تا اونام بتوانند در این ایام همون پیرهن خیلی ارزان قیمتی و ساده‌ای برای بچه های خود برای اونا بخرند که اونا نگویند امروز عید چرا ما لباسی نداریم، چرا ما توانی نداشتیم. انشاءالله که همکاری و همیاری در میان مسلمانان باشد و منتظر اون روز هستیم انشاءالله. پس فردا که روز عرفه شروع می شود، از فردا انشاءالله روز یکشنبه مطابق تقویم ایران همون روز عید قربان هست. اگرچه علمای جنوب کشور فردا را عید اعلان کردند، اما ما همون پس فردا را عید اعلان می کنیم و انشاءالله که در نماز عید کاملا حاضر بشوید و کمک های خود نقدی خود را هر چیزی که در توانش نبود. الان تورم خیلی گرانه، تورم گرانی خیلی زیاده. انشاءالله که اینجا با طلابی که فرزندان خود شما هستند اینا خادمان آینده شما هستند، به اونام کمکی میشود. منتظر حضور شما انشاءالله در نماز عید گالیکش هستیم. جزاکم الله خیر و آخر دعوانا الحمدلله رب